سلام امتان عزیزم، وقت زیبایتان بخیر باشه. امیدوار هستم هر کجایی که هستین خوب و خوش و آرام باشین. بازم خوشحال هستم که از برنامه آشپزی در خدمت شما قرار دارم. دوستای عزیز، ما امروز میخواییم بر شما پیتزا آماده کنم، یک نوع پیتزایی که همه ما شما دوستش داریم. اگر آماده کنیم به طریقه درستش، به شکل درستش، واقعا پیتزای زیاد خوشمزه است که بیشتر مردمای خارج از این پیتزا میگیرن و دوست دارن، به خاطر که میگه باید از همیشه وقت ما شفاف باشیم، جلد ما شفاف باشه. و هم روز هم ما میخواییم که این شکل آماده بسازم پیتزای ترکاری. دوست عزیز، ما از ترکاری با برای شما نام میگیرم، از چیز استفاده میکنم. یک مقدار جواری کنسر شده از دوست عزیز، سیر است، مرچ است، همچنان یک عدد زردک با یک عدد چلغم در داش است که داش قبلا روشن کرده بودم، درجه ما 180، و فکر میکنم که شلغم هم آماده است. و یک مقدارم کرم میگیریم دوست عزیز، و همچنان پنیر موزرولا اینجا داریم که قبلا از تراشه کشیده میشه و خواستم که در پیتزای امروز استفاده کنیم. دوست عزیز، خمیر شما قبلا آماده کردم با یک مقدار شیر، مایه خمیر، یک مقدار نمک و یک مقدار هم بیکنگ پودر. دوست عزیز، خمیر زیره 1 ساعت ماندم و 1 ساعت بعد هم زغاله کردم. حالا میخوایم به شکل انبار آماده بسازم شه تا اینکه خمیر پیتزا هم شکل کلچه را به خود بگیره و آماده شه. خب دوستا، خمیرم کاملا انبار شد. حالا ما یک دستکش نیاز دارم. دستکش هایی می پوشم و شما هم می بینین که من چگونه دیگه کارایش انجام میتونم. واقعا دوست عزیز، پیتزایی است که نه قدر مصرف داره و نه قدر هم جنجال داره. ما میتونیم که به شکل تابعی آماده بسازی میشه و همچنان داشی. در بیشتر خانه فکر میکنم که داشای گازی زیاد است. در داش گازی هم خوشمزه میاد دوست عزیز و هم زودتر آماده میشه. و بعض از دوستای ما هستن که میخواین در داش آماده کنن. همچنان دوست عزیز، شما میتونین که در داش آماده بسازین شده. در داش هم بسیار زیاد خوشمزه میاد و ما هم امروز میخواییم که در داش آماده بسازم شد و داشم قبلا روشن کردیم دوست عزیز، درجه دمای 180، و همچنان در حال آماده شدن است. چند ترکاری که ماندیم در داخل داش و داشم کاملا داغ است. حالا پیزا پنه دیزی که دست میارم دوستا، ایرده یک قسمت نمانیم، یک مقدار روغن میگیریم به خاطر که خمیر ده پیزا پن نچسبه. خب خمیرم دوستا عزیز به این شکل در 4 طرف پیزا پن تقسیم میکنیم. بسیار ساده دوست عزیز، به خاطر که وقت برنامه کم از دوست عزیز، من بعض کارایش پیش از برنامه آماده کرده بودم و کارایش که مهم است باید از شما دوستا یاد بگیرین. وی شما هم در برنامه با شما نازنین گفتم یک جای آماده میسازم شه. حالا خمیر دوستا به می شکل با مدت 5 دقیقه میمونیم شه و بدنم با مدت 1 دقیقه در داش میمونیم شه، چون خمیر تازه از غالش گرفتیم دوست عزیز و خمیر کاملا رسیدگی است. اینو چند لحظه در اینجا میمونیم دوست عزیز و حالا پیش دستم جمع میکنم. یه رازی قسمت میگیرم دوستا. قسمت دارم جمع میکنم آردشه و تخته برشه پیش دستا میارم دوستا. همچنان کرایی نیاز داریم، فکر میکنم که ده همواریست. بله، کرایی ناسوز به این قسمت ها سیر میگیریم دوستا، حرارت روشن میکنیم. باز هم مقدار از روغن و مایه بسیار کم دوست عزیز، البته یک قاشق ماستخوری کفایت میکنه. یک مقدار کرم نیاز داریم. کرم رو بروش میکنیم دوستا. کرم سفید باشه یا سرخ باشه فرق نمیکنه دوستا، و ما هم کرم سفید امروز انتخاب کردم. مقدار بانجان رومی، البته یک عدد سخت نیاز داره، فکر میکنم کمی درست است.
فنجان رو میریم قسمت های تخمش رو دور میکنیم دوستا، به خاطر که خمیر پیتزا رو نرم میسازه. اگر قسمت های تخمش رو اضافه کنین فرق نمیکنه دوستا، و من دوست ندارم اضافه نمیکنم. یا رو به شکل خلال دوستا برش میزنیم. یک عدد کفایت میکنه. یک خواب نیاز داریم، خواب دیگه قسمت نمونیم. اونجا نیرو میرید که برش زدیم یا را دیگه قسمت نمونیم و همچنان قسمت های تخمش دور نمیکنیم دوستا، با کرم یک جای سرخ میکنیمش. نمک مقدار لازم، مرچ سیاه مقدار لازم، گرم مساله مقدار لازم. گرم مساله طعمش بسیار زیاد خوب میسازه، چون میتونیم که بنامیم 12 مساله. بله، یک مقدار چیلی ساس که میتونیم سیاه ساس هم در یخچال است، خوب رو میگیریم. روغن کمتر دوستا استفاده کردیم، ببینید همی اندازه روغن میتونیم که ترکاری ها رو تمام شد. خب بیریم چند لحظه میمونیم دوستا تا کاماده شوه، و در این بخش برنامه هم یک وقفه خیلی کوتاه داریم دوستا عزیز. در ادامه برنامه آشپزی همراهیتان خواهم است. دوباره خوش آمدین دوستا. یک عدد چلغم و یک عدد زردک هم آماده است. خب حرارت پخش میکنیم دوستا، حرارت پخش میمونیم و شلغم که در داش مونده بودیم. به به، چقدر خوبشی بریان شده. خب یک قسمت هایشو میگیریم، پیتزای ترکاری با شلغم بسیار زیاد خوشمزه میشه دوستا، چون بیشتر مردمایی که در اروپا زندگی میکنن و برخصوص رستورانت های کفسی و مکدونالدشان دوستا، خمیر پیتزا را با شلغم آماده میسازن. بسیار اگر خوبش میته به خمیرش، و من امروز در خمیر استفاده نکردم، خواستم که در خود پیتزا استفاده کنم. بسیار خوشمزه میسازه پیتزا را. خب نصف دگهشون این شکل برش میزنیم. بر سینه دردی بسیار زیاد فایده داره دوستا. دوستایی که سینه درد هستن و یا هم سینه و بغل شدن اطفال نازنینشان، میتونن چند عدد چه جوش بدن و یا هم در داش بگذارن با نمک نوشجان کنن. بسیار زیاد خوشمزه است. چه خوب آماده شده. دوستایی که سینه و بغل هستن دوایش میتونن دوستایی ما جوش بتن و یا هم این شکل در داش آماده کنیم. بسیار زیاد خوشمزه می. شلغم هم اضافه میکنیم بالای کرم و یک ترکاری بابا که اضافه کرده بودیم. یک عدد زردک است. زردک خوب نرم شده. زردک رو اضافه میکنیم دوستا و میریم به طرف یخچال. خب
خب فکر میکنم دوستا که سوء احساس ما خلاص شده و جای سوء احساس یک عدد لیمو شیرین میگیریم. رات روشن میکنیم دوباره چون پخش مونده بودم خاموش شده. قسمت های بینش نیاز میباشه. همین اندازه لیمو شیرین کفایت میکنه دوستا. دوباره مواد را مخلوط میکنیم یا هم دوباره حرارت روشن کردیم دوستا و چند لحظه دیگه میره به این شکل ادامه میدیم. خب موادم کاملا آماده است. خمیر پیتزا رو پیش دست میارم دوستا و ایره دوستا در این قسمت نمانم تا یک شما هم ببینین ما چگونه دیگه کارایشا پیش میبرم. خب این قسمت تکایشا دوستا با نوک انگشتای ما به این شکل جور میکنیم. بسیار زیاد ساده. پیزا ساس جور نکردیم چون پیزای ترکاریز دوستا باید از چیلی ساس بگیریم. هم تو تند و تیز بیه هر قدر تند و تیز بیه من دوزم ازش خوشمزه تر میشه و بیشتر دوستای من که مرچ میخورن و هم تندی دوست دارن ستی ستی نوی پیزا را دوست دارن و آماده میکنن و دوستایی که دوست ندارن باید از یک گور به شکل آماده کنن و مزهش را چک کنن تست کنن ببینن. اگر خوششان آمد همیشه وقت آماده کنند چون یه غذا است که نه قدر جنجال داره و یا هم نه قدر مواد زیاد نیاز داره. همون ترکاری بابا که در یخچال است و یا هم در سبد است با اون مقدار ترکاری میتونیم که یک پیزای خیلی خوشمزه آماده بسازیم. میرم من دوباره به طرف داشت دوستان داشت دوباره 180 منم چون چند لحظه خاموش مونده بودم و حالم دوستا نوبت مواد کاملا ساخته بودیم رسید. یه هم اضافه میکنه چون وقت برنامه کم بود دوستا عزیز. باید شما مواد چند لحظه بانین تا که سرد شوه بعد مواد که سرد شد میتونین به شکل درستش انبار بسازین. مواد رو دوستا به شکل تمام شد انبار میسازیم. نوبت پنیر موزلا رسید دوستا که پنیرم در یخچال مانده بودم. پنیر چدر هم دوستا ما یک مقدار اضافه کرده بودم بخاطر پنیر چدر طعم پیتزای ترکاری و یا هم ویجیتبل پیتزا را بسیار زیاد خوب میکنه و ما هم یک مقدار با موزرلا یک جای ساختم و سراشه کشیدم بخاطر پیتزای امروز ما. جوری کنسر شده دوستا میخواییم که اضافه کنیم. یک عدد بانجان میرک به شکل خلال آماده ساخته می هم نیاز است دوستا. دوباره یک مقدار موزارلا پنیر مانده دوستا با چدر ایره هم به این شکل اضافه میکنیم. خب این هم تمام شد. ایره در این قسمت میمانیم ایره هم در این قسمت مرچ تازه یک عدد استفاده میکنیم دوستا.
یک مقدار مرچ تازه هم دوستا اضافه میکنیم. اگر داد کفایت نکنه پیتزا کاملا آماده است و حالا میریم به طرف داشت دوست عزیز و مدت 20 دقیقه در داشت میمونه میشه تا که آماده شود. تا که پیتزای ما آماده میشه دوست عزیز میریم یک وقفه، البته 20 دقیقه بگویم، خب 20 دقیقه شما صبر میکنیم و شما 5 دقیقه تقدیم میکنیم تا یک پیتزای ما آماده میشه شما هم یک گلاس چای نوشان کنیم. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز نامه برنامه آشپزی سک. اینجا هم کار میگه خود چای خورده کشتی او سر دستک چون مایات به بدن سر زیاد فایده داره دوستا. پیتزا هم دیگه کم وقتش مونده که بخیر آماده شوه. حالا میخوایم که یک باربیکیو ساس آماده کنیم دوستا، چون پیتزای ترکاری باربیکیو ساس دوستا، اما تو گرم پیتزا هم گرم واقعا مزه خاصه خدا می داشته باشه. و حالا دوستا یک مقدار پودر ناریال است باربیکیو ساس دوستا، ناریال باید تا صد باشه. یک مقدار روغن، روغن مایه، اگر زیتون باشه دوستا بهتر میه و روغن زیتون از ما فکر میکنم که تمام شده. یک مقدار روغن مایه و یک مقدار مرچ سیاه همراه با نمک. زیادی دوستایی ما هستن که از بوره استفاده میکنن و یا هم از نمک چینایی دوستای عزیز. اگر به این شکل آماده بسازیم شوه هم با مسکه بسیار زیاد خوشمزمه و ما خواستم که شکل ساده شما را بسازم. یک مقدار دگام از گفته یک رفیقم از 16 مساله میگیریم دوستا که بسیار زیاد تمشه خوب میسازه. خب یک قاشقم رو به بانجان میز دوستا، انشالله بخیر روزه بعد حتما از مسکه با بانجان میز تازه یک باربیکیو ساس خوشمزه آماده میسازیم با جرمن رول که دوستای ما خواهش کرده بودن. انشالله برنامه بعد حتما آماده میسازیم. حالا دوستا هم آماده رو یک جای مخلوط میکنیم به این شکل. اگه هر قدر دوستا بانیم بریان شد و مندازه خوشمزه تر میشه. شاید شما متوجه شده باشین اگر از بازار خریداری میکنین دوستا طعم سیاه را به خود داره چون اونا بسیار زیاد سرخش میسازن. اگر هر قدر سرخ شد دوستا از مندازه خوشمزه و حالی تر میشه. ببینین دوستا بسیار رنگ خوب را به خود گرفته. دوباره حرارت خاموش میکنیم، بسیار زیاد غلیظ شده که همین اندازه کفایت میکنه. ببینید دوستا بسیار طعم خوب را به خود گرفته. خب بریم در این قسمت مونیم و میریم به طرف داش. بله پیتزا هم آماده است، بیشتر از این سرخ نمیسازه میشه دوستا چون همکارا میگه وقت برنامه هم کم مانده. و حالا پیتزا را از داش میگیریم. چقدر بوی خوب به خود گرفته دوستا. ما نجیریان وقفه یک دو دنداد سیر بود دوستا عزیز، فکر میکنم یک مقدارم گاریلا بلانکا بود. پنیر زمان خود 50% آب ساخت دوستا عزیز، من اضافه کردم و سیر هم با گلاب بلانکا و پنیر مخلوط شده بسیار یک بوی خوب به خود گرفته. حالا پیتزا را از پیتزا پن میگیریم دوستا و کتر فکر میکنم که دمی قسمت هاست، باید کتر را پیدا کنم دوستا. خب کتر در اینجاست. بسیار یک رنگ خوب به خود گرفته و مزهش هم دوستا عزیز ما چندین بار نوشلیان کردیم ویژیتیبل پیتزا و یا هم پیتزای ترکاری بسیار زیاد طعم خوب را می داشته باشه و ذائقهش همی ترکاری هایی که اضافه کردیم هر کدامش یک ذائقه خاص خدا می داشته باشه و مزهش چند برابر می سازه. خب یک پیتزا می گیریم دوستا.
در این قسمت میمانیم با همکارا یک جای نوشجان میکنیم و حالا اگر عدد شد ما میخواییم که ببینیم یک پیس شد نوشجان کنم تا ای که مزه شد هم و شما بگویم باربیکیو ساس چقدر غلیظ شده ببینین دوستان اینجا اگه همکار پیزا خورم و مست هم رایم نو اینجا هم یک شوخی کنم دوستان اینجا جیدی میگم زیادی دوستای ما شلغم دوست نداره اما شلغم مثل گوشت و گوسفند رو مزه خدا کشیده اینجا بعض دوستای ما خنده گرفتن خب تست میکنیم از برامه دوستا شما هم امتحان کنیم سر زیاد خوشمزه است و بسیار مواد کم میتونیم که پیزای خوشمزه را هم آماده بسازیم این همود برنامه امروزی ما خدا کنه که از برنامه لذت برده باشین و یک چیز را یاد گرفته باشین تا فردا بدرود.